کیه؟ دایی سنگین شدی یا؟ فرشته این چه کاریه میکنی؟ نمیشه که هر دفعه چهار نوع غذا درست کنی بار کنی بیاری اینجا. اگه میخوای خیلی به زحمت نیفتم باید زودتر تکلیف خودتو روشن کنی. تکلیف تو روشن کنی یعنی چی؟ یعنی که دایی هادی باید زودتر عروسی کنه دیگه. آخ جون عروسی. ای مامان جان قربونت برم. تو کیفم اون چیزی که برای دایی هادی گرفتیم رو در بیار بذار بیرون تا برای دایی بیایی. بودو قربونت برم. آفرین. هادی کلیدو بده فردا بیام یه زن اینجا رو ترتمیز کنم. خیلی به هم ریخته است. نمیخواد بابا، خودم آخر هفته میام تمیز میکنه. دایی مامان بیان دیگه. دایی چشاتو ببند تا من نگفتم باز نکنی یا؟ باش. حالا چشاتو باز کن. ممنون دایی. جانم خب بگو. تا وقتی مامان زنده بود بهونت نگهداری هم مامان بود که زن نمی گرفتی. الان من یه مورد خیلی خوب سراغ دارم، مطمئنم اگه ببینی نه نمیگی میپسندی. میخوای با هم آشناتون کنم؟ نه. باز دوباره نگفتنات شروع شد؟ اگه بخوام ازدواج کنم خودم یه کسی رو سراغ دارم. اه پس خبری هست که ما بی خبری. خب حالا این عروس خانم خوشبخت کی هست؟ نمیخوای با من آشناش کنی؟ حالا اگه جور شد به وقتش باشه آشنا میشی. خدا رو شکر بالاخره سر عقل اومدی. آراسی فرشته، امروز داشتم فکر میکردم هر چیز زودتر تکلیف این خونه رو معلوم کنیم بفروشیمش. تو سمتو بردار، منم یه جایی رو اجاره میکنم. دلت میاد هادی؟ این خونه تمام خاطرات بچگی من و توه. آره ولی دقیقا همین خاطرات دارن بهم میگن تکلیف خونه رو معلوم کنن. میدونی فرشته من به هر جای این خونه که نگاه میکنم یاد مامان میافتم. ببخشید نمیخواستم ناراحتت کنم. نه بابا این چه حرفیه. ولی حالا واقعا بجز یاد مامان و بابا تا کی میخوای مستأجر باشی؟ من میگم تکلیف این خونه رو معلوم کنی بفروشیمش. تو سهمتو بردار با پول پیش خونه و پسندازی که دارین یه جای درست درمون بخرین. منم یه کاری میکنم. ایشالله. سلام.
ایبا ترسیدم. کی اومدی؟ حالا هی بگو امپراتوری تشکیل ندادی. خوش اومدین، بفرم. ببخش، امپراتوری ما آبدارخونه مستقل نداره، زنگ بزنیم براتون چای بیارن. اینجوری بیشتر میچسبه. شما اگه چک 2 میلیاردی رو بذاری کناره شیرین میشه. نگران نباش، حساب بابا رو چک کن، امروز صبح ریختم به حسابش. در جریان هستم، گفتم چکو براتون صادر بکنن تا شما چاییتون رو میل کنید من برمیگردم. خانم مدیر. سلام. سلام. بفرمایید شیرینی. حالا مناسبتش چی هست؟ همینجوری مامانم پخته برای کار جدیدم. پس این شیرینی حتما خوردن داره. شما دوست شبنم باشید. مسئول رواتون جدید. بله من شکیبا هستم. خوشبختم. چرا نمیشه این وایستاده خوب نیست؟ شبنم الان برمیگرده. اه که اومدی؟ سلام. آقای پویا، دوستم مریم شکیبا که براتون تعریف کردم، مدیر رابطومی. بله باهاشون آشنا شدم. بیا اینا رو بگیر فعلا. چه خدمت شما. این الان هم دکمه کپیش رو بزنم تموم. بله. محمد رضا پویا چند سال پیش 5% بیشتر سهام نداشت، اما به مرور زمان سهام خودش رو رسونده به 20%. آدم زرنگیه. زرنگ، خب. غیر از این یه شرکت حمل و نقل بین المللی داره، سابقه‌اش هم پاکه پاکه. اما منصور خاکپور تقریبا میشه گفت همه سهامدارا ازش حساب میبرن. این باید دلال یا کارچاخونی چیزی باشه. هنوز نفهمیدم شغلش چیه. ولی آدم مشکوکیه، سابقه دارم هست. با بهزا جمشیدی در تماس بوده؟ نه. میخوای تماس بگیرم بیاد اداره بر بازجویی؟ نه لازم نیست، همه چی رو راجبش میدونیم. باید هم سابقه دار بودن دلیل نمیشه کسی رو بکشیم زیر اخیه. که لیست تماس های بهزاده که بررسی کردم، دیدم تو این چند روز آخر با یه نفر خیلی تماس گرفته. تلفن مال یه آدمیه به نام خسرو فتاحی فرد. این خسرو خان رو زنگ بزن بگو بیاد اداره. اتفاقا پرونده خیلی تمیزی هم نداره، اهل درگیری و نزا بوده. اه؟ پس ممکنه حلقه ارتباطی بین خرابی قطعات و قتل بهزاد جمشیدی همین جناب خسرو خان فتایی فرد باشه. داوود، هر کدوم از اینا ممکنه برای کسای دیگه ای کار کنن. و حامد حبیبی، بهزاد جمشیدی، خسرو فتایی فرد، برای کسایی که از این درگیری سودی میبرن. فکر میکنید خرابکاری بهزاد انگیزه کافی برای قتل با حامد میده؟ یه جور دیگه‌ش هم اینطوریه. بهزاد میفهمه که حامد فرمول قطعاتو توش دست برده، براش پاپوش دخته، میخواد همه چی رو بنزه گردنش. پا میشه میاد کارخونه. یقه حامدو میچسبه بهش، میگه من همه چی رو فهمیدم. اون وقت حامد هم نقشه قتلشو میکشه. شاید. تو فیلم ها رو دیدی درست؟ آره، ولی چیزی دستگیرم نشد. راننده کلاه لبه‌دار داره. کلاه لبه‌دار؟ حامد چرا باید با دستکاری فرمول قطعات اعتبار خودش رو زیر سوال ببره؟ خب ما نباید فراموش کنیم که حامد یکی از نخبه‌های مملکته. ممکنه نقشه پیچیده ای تو کلش باشه. حق با شماست. خیلی ممنون که گفتی حق با شماست. خیلی تشکر میکنم. او اینکه کپی نشد، مگه نگفتی اینو بزن کپی میشه؟ آه. این ور درست کن. اشتباهی کردم موبایل اون نازنین رو برای چی من انداختم دور؟ بیا دیگه. تشکر.
بله. الو. سلام خانم تابش. سلام، بفرمایید. راستش میخواستم ببینم کی میتونم ببینمتون. میتونم بپرسم برای چی؟ اگه بشه حضوری بگم خدمتتون. اتفاقی افتاده؟ نه 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 نه، نگران نشین. درباره خودمه. باشه. امروز بعد از ظهر وقت دارین؟ خودم باهاتون تماس میگیرم. باشه. من منتظرتونم. پسر جون، آقا تصمیمش عوض شده. دلش نمیخواد از شرکت شما کانتینرهاشو بخره. به تو چه چره تصمیمش عوض شده؟ با ریخت تو حال نکرده. آره، اگه یه بار دیگه زنگ بزنی اینجا میدم بچه ها ترانزیتت کنن جایی که عرب نینداخت. آره بینیم بابا، کثافت بیشور. چیه؟ تو چی میگی؟ چرا بره من نگاه میکنی؟ دارم میبینم خوش سر زبون تر از تو نبود آقا بذاره اینجا این تلفن رو جواب بده. چیه دلت باز آچارکشی میخواد؟ میدونی چیه خسرو خان، تو هم اونجا میسوزی که آقا ته تهش کارهای اصلی رو میسپره دست من، تو رو گذاشته اینجا پشت تلفن. خف کار کن، کار کردنت هم دیدیم. لابد یه گند دیگه زدی این سگ پاسوخته رو افتادی اومدی اینجا. منصور بیا تو اتاق. گند زدی با این کار انجام دادنت. آقا خدا من باورم نمیشه چه تو تموم نکرده. اونجوری که من به ایز دادم باید در جا میمرد. ببین این اگه از کما بیاد بیرون دخلت اومده است. آقا میخواد یه جوری تو همون بیمارستان. نمیخوام دیگه بیشتر از این گند بزنی. از آگاهی زنگ زدن. آگاهی؟ آره با همون خطی که بهم دادید با بهزاد در تماس باشم به همون زنگ زدن. خب چی دیگه؟ گفتم با خسرو کار دارم. من گفتم دوستشم، گوشیشو اینجا پیش من جا گذاشتی. آقا این خط مگه خط خسروه؟ آقا دوباره زنگ زدن. آگاهیه، جوابشو بده. من؟ خونسرد جوابشو بده. جواب بدم؟ جواب بده. من بفرمایید. بله امرتون؟ بله نه بله چشم شم. بابت چی؟ بله چشم. خداحافظ. جریان چی آقا؟ گفتم این خط نده دستی این مردی که کار دست ما میده. شلوغش نکن. رد تلفن‌های بهزاد با خطی که به اسم تو زدن. آقا رفتم آگاهی چی باید بگم؟ کجا من آشنا شدی؟ تو خیابون یه شب دربست بردم به جایی تلفنمو گرفت گوه این بعد کار داشته باشه زنگ میزنیم ببرم شما رو بر. کجا میبردیش؟ سفارت دفتر یه وکیل که کارشو درست کنه بره اون بر. این برون بر که میبردیش متوجه نشده با کسی اختلاف داشته باشه یا با کسی دعوا کرده باشه؟ نه من زیاد تو کار مسافرم دخالت نمیکنم. اینم که میگم همینجوری فهمیدم. بچه خوبیه، خدا کنه حالش خوب بشه کما در بیاد. یه خود هم پول به ما بده کاره که حلالش. خیلی خوب
یه آدرسی که بتونیم خیلی زود پیدات کنیم و برام بنویس. هر چی سوال مال فقط داری الان بپرسی. من زیاد وقت ندارم برم اینجا بیام. قربونت برم. شما آدرسو بنویس. ما وقت مخت زیاد داریم. خودمون مزاحم میشیم. سلام خانم تابش. سلام. چیزی شده؟ ببخشید من منتظر تماستون بودم. دیدم زنگ نزدین اومدم اینجا. ببخشید یه لحظه چیزی. چی شده؟ چیزی نشده. راستش اون باری که تو کافی شاپ با هم قرار داشتیم من میخواستم یه چیزی بهتون بگم ولی نتونستم. چی؟ درباره مریمه؟ نه نه، درباره خود شماست. درباره من؟ بله. ببین خانم تا به شما همه چیزو برعکس فهمیدین. یعنی چی؟ یعنی نمیدونم با چجوری توضیح بدم. من اینجور مواقع بلد نیستم چی باید بگم. هیچ وقت توی همچین موقعیتی قرار نگرفتم. یعنی تجربه یه همچین موضوعی رو ندارم. ببخش میشه لطفاً واضح در صحبت کنیم؟ من اصلا متوجه نمیشم. اون احساسی رو که شما فکر میکنین من نسبت به مریم خانم دارم، خب من همه اون احساس رو نسبت به شما دارم از همون روز اول. به خدا خیلی تلاش کردم اینو بهتون بفهمونم ولی نشد، نتونستم. ببخشید من باید برم. دوباره سفارش دادی؟ هیچ جواب میبه طبیعی نمیشه مهدا. آره ولی من که خوردم دیگه، چرا دوباره سفارش دادی؟ مگه نمیگی دکترت گفته کمبود ویتامین داری؟ بخور دیگه، به خاطر خودت. اصلا به خاطر من.
ممنون که به فکر من. راست میگی یا حسن، آب میوه رو میخورم انگار یه انرژی تازه میگیرم. حالا که اینطور شد بعد آب میوه منم بخوری. نه باید خودتو تقویت کنی. بابا نمیخواد، همین خوب. اصلا نمیشه. معذرت میخوام. ببخشید. من خیلی معذرت میخوام. چیزی نیست، برو بشورش. ببخشید وقت. ای بابا شایان بهم دروغ نگو. شایان مهتاب، من میخوام یه حقیقتی رو بهت بگم. من میخواستم امشب ازت خواستگاری کنم. واقعا؟ آره، اما چی؟ من امروز جواب آزمایشامو گرفتم. کدوم آزمایشه؟ پلاکتای خونم هر روز داره کم کارتر میشه و این قضیه تهش به سرطان ختم میشه. دکترام نمیتونن کاری کنن، فقط میتونن به تأخیر بندازنش. تو تمام این مدت داشتم به این فکر میکردم که اگه نتونم با تو ازدواج کنم مردم برام بهتره. عجب روحیه ای داری. من همه چیم از تو دارم، حتی همین روحیه رو. بلش خسته نباشی، میخواستم یه ماشین دوزی رو گزارش بدم. بفرمایین، اینم صورت هزینه ها. کاش همه مشتری ها مثل تو بودن، خودشون میمدن واسه تصفیه حساب. خب از طراحی هادی راضی بودی؟ آره. حالت خوبه؟ خوبه. جریان هادی با این دوستت مریم چی شد؟
شبنم چیزی شده؟ نمیدونم. کاش اصلا این سوال ازم نمیکردی. چرا؟ دیشب هادی اومده بود دم خونه. خب؟ من نمیدونم مریم اگه بفهمه چه فکری درباره من میکنه. من نمیفهمم چی میگی، میشه درست توضیح بدی؟ دیشب هادی اومده بود دم خونه که بگه از من خوشش میاد. آها. خب چه ایرادی داره؟ چی میگی؟ من میخواستم اون دوتا رو به هم برسونم، اصلا حالا قضیه برعکس شده. ببین آدم برای علاقمند شدن نیازی به هول دادن کسی نداره. من اصلا فکر نمیکردم قضیه اینطوری باشه. من همش فکر میکردم که هادی از مریم خوشش میاد. حالا خودم هم موندم. تو از هادی خوشت نمیاد؟ سیم از خور زنگ زد، گفت کارت ماشین و بقیه مدارک آماده است. هرچی چونه زدم زیر 600 تا قبول نکرد. غلط کرده، 400 بیشتر بهش نمیدی. قبول نمیکنه. حقم داره، آقا کارش خیلی تمیزه، خبرش هم نمیفهمه. حق داره، نکنه ما اون وزوزو ریختی رو هم باسش کار جور کنی دست خوش بگیری. دم شما گرم. یعنی ما اینجوری؟ نه په اونجوری. بله خب بابا، الان لب لوچت واسه من آویزون نکن. واسه پلاکای ماشین دختری مشتری دارم، بدن؟ لازم نکرد بابا، درد سر میشه. برو مدارکو بگیر بیا. هاوله لب دشنه ده، تندش نکن دیگه. بابای دفاعشون خیلی پلاچنه. برو بختیار، بختیار رحمانی، برو برو بدش داری بار بابای آلش افشین فقط تخخوری میکنه. بابا بنداز بندازش بیرون دیگه. اینا درست حرف بزن افشین آقای سرورت که نشنو فما. بابا بله مکنم کار دنبال شهاب کرنگ برای بیا جواب بده بگو ما نیستم. ما نمیتونم دو بگو. بول کمی نکن، همه که گفتم بگو. برو اون وسط فوتبال نیاد. بدو برو. الو سلام. ها هستش، داره بازی فولاد میبینه. من شما نمیبینی؟ باشه دیگه، حالا اصرار میکنی گوشی رو بهش میدم. میگه واجبه. گو واجبه. الو ایشالله 6 تا بهشون بزنی لولهشون کنی. ببین زودی میگم برو سر بازی. این رخشی که سفارش داده بودی آماده است. اگه طالب باشی میتونیم بریم به نام بزنیم. دمت گرم، بریم به نام بزنیم دیگه. خدا رو کوله. به نام خودت ها. یعنی به ما اعتماد نداری. بابا داری کمپرین میکنی، چه وضعش مرد حسابی؟ چی میگی تو؟ احسان سیدفا اتوبانه، اتوبانش کردن. یعنی شما بازی کنیم با این فیستون؟ بهت گفتم اه احسان. الو ای بابا عمو احسان، تو جد و آباد این ماشین رو آوردی جلوی چشش. من این ماشین رو تضمینی بهت میدم، اگه بد بود پسش بیار پولتو بگی. به قول قدیمی ها، جنگ اول بعض نشکشی آخر. پیش پرداخت نقد، چک اقساطون برات می‌نویسم. قبولت داریم. آقا شما تشریف بیارید امضا کنید. کارو دمت گرم کوکا. سلام خوش برات بچرخه.
سلام احسان. سلام علی جون. کجای دنیای کوکا؟ کجا میخوای باشم؟ بیرونم دیگه. آه یه چی گرفتم برات. قشنگ نگاه کن. عروسک. ببین احسان. بهتر بی خیال شین. آه چیه کوکا؟ چپه شدی؟ با شبنم خانم حرفت شده؟ نه بابا. میترسم نتونم پولشو جور کنم. وایسک ببینم بابا این چرت و پرتا چیه داری میگی؟ بلم کنه احسان تو رو خدا. اصلا فراموشش کن. آه ولت کنم کبیر عذب و لوفر بترش. یا شب بیا خونه کارت دارم. باشه ببینم چی میشه. ببین نه کار ما راحتی ها. باشه. یلا خداحافظ. خداحافظ. چرا اینقدر آمیری؟ اگه بهت نگفتم بشین کری؟ ای نامرد بله رفیق آلوچه نیست بهش نمک بزنی عاشق هم نیست بهش کلک بزنی رفیق مقدسه باید جلوش زانو بزنی آقا عادی ما که زمین خورده تیم حالا سر قرار نمیای هیچ چرا تلفن ما رو میپیچونی بی خودی بچه ها بهت میگن خالی بند سیریش بیشتر بهت میاد ای ناراحتی رخش تو همینجا پارک کنم برم حالا ناز نکن پارکش کن بیا تو این از این دلم لگ زده واسه سمبوسه بندر وای سوسیس بندری هم بد نی خوب شد اومدم ها بگه نه گشنگی طرف میشدی کوکا چه خبرته با سرگ آبادانیت گل کرد دهن ما رو با تنور اشتباه گرفتی؟ فلفل تون خوبه برات تب تو تندو تیز میکنه سریتر کارا رو راستوریس میکنی خواستگاری بله برون طبقتشون جهاز برون هنابندون چه خبره بابا دختره حاضر نیست جواب منو بده
مگه بهت نگفت آب روغن قاطی میکنی؟ سکن کوکا، به قول ننم دختره و نازش، دختری که ناز نکنه ناز که پیدا نمیکنه. یا بزن غنبات نگیر، خودم راه و رسمشو بهت یاد میدم. ما دخترها رو خوب میشناسم. نمیخوام بابا، همچین میگه خودم دخترها رو خوب میشناسم، هر کی نداره فکر میکنه تا حالا 40 تا زن گرفتی طلاق دادی. ولی ما تجربهشو ندارم، ولی دانششو که دارم. ما تئوریم بیشتر. بگو ببین آقای دانشمند من با چیکار کنم؟ آه حالا شو این سویچ قدم اول برداشتی. حالا بگو ببینم خونه رو چیکار کردی؟ گذاشتمش بانگا برای فروش. ای بابا ببین، خونه رو که بفروشی یا آپارتمان دبش میگیری با این رخش نو قد میکشی میشه همقد دختره. ها در ضمن این موعد چیکارو برات نوشتم گذاشتم لای پرونده، که اگه یه وقتی دیگه نمیتونی پرش کنی بهم خبر بدی که چی، که برگشت نخوره. بعدش ها بعدش که باید جنابتو به دختره نشون بده دیگه. ببین یه 12 سیلندر 5 دنده با قدرت موتور 320 اسب با خاطر جوری که اصلا کولاک به گرد پات نرسه. ببین سرسله بده بالا، سرسله بده بالا 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 خوب باید بنده تو قبقبه. خوب 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 پارو کلاچ، پارو کلاچ، پارو گاز. حالا حالا کلاچ بر به سید عباس دختر دیوونت میشه. آوردنش. مامان تو رو خدا آروم باش. مامان صبر کن. شما برای چی اومدید اینجا؟ بابا رو با اون حالش ول کردی تو خونه؟ همه صدیق پیششه. اون دیگه از کجا فهمید؟ خوب شد گفتم کسی نفهمه. حالا فهمید دیگه. گریه نکن قربونت برم. درست میشه. چه جوری درست میشه؟ اتفاق نیفتاده هنوز. بس کن عزیز. الان اونو بعدو ببر خونه، نمیخوام. لازم نیست اینجا باشه، ببرینش. حامد جان خودش رو یه دقیقه. حامد. حامد. بیشرف کسافت میکشته منو رحمان کسافت آشان میکشته منو دادخواست پرونده مربوط میشه به شکایت از آقای حامد حبیبی به جرم اقدام به قتل آقای بهزاد جمشیدی با طرح توته و نقشه قبلی. بالاخره زهر خودتو ریختی، انتقامتو گرفتی. چیزی شد آقای دکتر؟ بله متاسفانه. منصور، حامد نباید از زندان آزاد شه. دیگه امکان نداره آزاد بشه خانم تاب. حبیبی گاهی به پشت سر نگاه کن، گم شدم اینجا بازم به بیراه کشیدم راه دنیامو. هر بار سمت آدم ها دستامو وا کردم، این بار میگیرن به سمت قبله دستامو. گاهی به پشت سر نگاه کن، بغضمو بشکن. من دل بریدم از همه سمت تو رو کردم، از عمق جونم دستم و سمت تو میگیرم. دستامو محکم تر بگیر، من بی تو میمیرم. من فکر میکردم به من پشت کردی، اما تو از من به احساسات من نزدیکتر هستی. من بد شدم، چشمامو بستم رو تو، اما تو با خوبیات روی بدیها چشماتو بستی.
ای تو قرار بیقراری های احساسم، با تو چه ترسی از غم و دلشوره ها دارم، وقتی که دستامو به سمت قبله میگیرم از تو نمیشه لحظه ای چشمامو بردارم.